در اینجا میرسیم به تعریف توابع در PHP یکی از مهمترین معانی در هر یک از زبانهای برنامه نویسی من جمله PHP توابع یا فانکشن ها هستن ما با استفاده از فانکشن ها کارهای بسیار مفید و جالبی رو میتونیم در هنگام برنامه نویسی انجام بدیم در اصل ما با استفاده از توابع از تکرار کدها جلوگیری میکنیم همچنین کود نویسی خودمون رو هم راحت تر میکنیم بذارید یک مثال ساده براتون بزنم شما یک سایت دارید که در این سایت نیاز هستش که در چندین قسمت یوزرنیم و پسورد یک نفر رو چک بکنید حالا فرض بکنیم که در هر قسمت برای چک کردن یوزرنیم و پسورد اون شخص باید حدود پنجاه خط برنامه شما بنویسید اگر که بخواید این پنجاه خط رو در هر قسمت از برنامه که نیاز هستش تکرار بکنید حالا برفرض شما ده جا میخواید این یوزرنیم و پسورد رو چک بکنید ببینید حدود 500 خط برنامه میشه این باعث میشه که شما دوچار تعدد کودهای یکسان در برنامه بشید که این خلاف اصول برنامه نویسی هستش و اینکه تعداد خطوط برنامه شما به صورت بیخود زیاد میشه که این هم باعث سر، سردرگمی خودتون یا کاربرهای دیگه که همکار شما هستن و در برنامه به شما کمک میکنن بشه ولی اگر که با استفاده از فانکشن این کار رو انجام بدید یک بار یک فانکشن برای چک کردن یوزرنیم و پسورد می نویسید و در جاهای دیگه فقط از اون فانکشن استفاده میکنید و فقط با صدا کردن یک فانکشن کل اون پنجاه خط برنامه‌ای که شما دارید انجام میشه اجرا میشه و نتیجه مطلوب حاصل میشه پس می بینید که استفاده از فانکشن ها در برنامه نویسی بسیار مفید و پرکاربرد هستش یک فانکشن میتونه ورودی داشته باشه یا نداشته باشه همچنین در مورد خروجی یک فانکشن میتونه دارای خروجی باشه یا که خروجی نداشته باشه با توضیحاتی که من دادم احساس میکنم که متوجه شدید که یادگیری مسئله فانکشن و نوشتن فانکشن چقدر دارای اهمیت هستش البته اسم فانکشن نباید این مسئله را به وجود بیاره که فانکشن ها و توابع از دارای پیچیدگی های خاص و نوشتنشون یه مقدار مشکل هست توابه و فانکشن ها و کار کردن با اونها بسیار ساده هستش ولی علا رقم سادگی باید بسیار دقت داشته باشیم توی طراحی و نوشتن اونها چرا که در صورت اینکه شما اشتباهی رو در نوشتن اونها داشته باشید این اشتباه ممکنه کل برنامه شما و هر جا که از اون فانکشن استفاده میکنید رو دچار مشکل کنه شکل کلی توابع در PHP به این صورت هستش که ملاحظه میکنید در ابتدا کلمه کلیدی فانکشن رو به کار میبرید بعد از اون قسمتی هستش که شما باید نامی رو برای فانکشن خودتون تعریف بکنید همینطور که ملاحظه میکنید در قسمت بعدی ما در مقابل نام فانکشن پرانتز باز و پرانتز بسته داریم. پس این پرانتز باز و بسته همیشه در مقابل نام فانکشن وجود دارن. ولی در درون این پرانتز گذاشتن متغیرها به صورت دلبخواه هستش و اجباری نیست. شما میتونید همینطور که در اینجا ملاحظه میکنید برای یک فانکشن، متغیر ورودی تعریف بکنید همچنین میتونید این متغیر رو برابر با مقداری ثابت قرار بدید و اینکه میتونید اصلا این کار رو نکنید و فقط فانکشنتون داره یک اسم باشه پرانتز باز و پرانتز بسته در هر صورت من در این قسمت انواع اقسام فانکشن ها رو برای شما مثال میزنم با ورودی با خروجی بدون ورودی و تمامی موارد رو به شما توضیح خواهم داد در درون بدنه فانکشن هم هم تو که ملاحظه می کنید بدنه فانکشن از دو تا آکولات باز و بسته تشکیل شده و در درون این بدنه کودهای صحیح پی قرار می گیره. که این کد با نام بردن فانکشن یعنی هر جا که شما فانکشن رو صدا بزنید این کد حالا یک خط یا ده خط یا هر چه بیشتر فرق نمیکنه. این کود ها اجرا خواهند شد فقط با بردن نام فانکشن. به برنامه PHP دیزاینر وارد میشیم و یک فایل PHP رو تولید میکنیم. خب در ابتدا من یک فانکشن رو که بدون ورودی هستش یک فانکشن ساده یک تابع ساده رو برای شما ایجاد میکنم تا شما با نحوه نوشتن فانکشن آشنا بشید همینطور که ملاحظه میکنید ابتدا کلمه کلیدی فانکشن رو مینویسین بعد از اون نام فانکشن که من اینجا نام اون رو هلو میذارم پرانتز باز و پرانتز بسته خب در قسمت بدنه فانکشن من یک خروجی رو به شما میخوام بدم خروجی ما چی هستش خروجی ما پرینت هلو هستش خب ملاحظه می کنید که یک فانکشن به همین سادگی ایجاد شد از این به بعد من در هر کجای برنامه که احتیاج به تایپ کردن عبارت هلو داشته باشم فقط کافیه که نام فانکشن خودم رو به این صورت صدا بکنم همینطور که ملاحظه می کنید در قسمت لیست ما در قسمت فانکشن یک فانکشن هلو رو در اینجا داریم با اجرای برنامه می بینید که عبارت هلو به این صورت چاپ میشه خب من برنامه رو ذخیره میکنم تحت عنوان فانکشنز برای اینکه برنامه من با کود هاشون با هم قاطی نشه من یک بریک در اینجا قرار میدم در مرحله بعد فانکشن بعدی رو به این صورت میخوام تعریف بکنم که یک فانکشن باشه که یک ورودی داشته باشه اسم اون رو هلو یوزر میذارم و در قسمت داخل پرانتز یک متغیر تحت عنوان نیم تعریف میکنم در قسمت بدنه برنامه به این صورت پرینت هلو دلار ساین نیم و بریک خب فانکشن خودم رو صدا میزنم هلو همینطور که ملاحظه میکنید در لیست فانکشن ها الان من دو تا فانکشن دارم هلو حالا برای عبارت نیم ما نام جان رو انتخاب میکنیم ملاحظه میکنید که فانکشن اول که اجرا شد فانکشن دوم نام رو به عنوان ورودی از ما گرفته و عبارت Hello جان رو در این قسمت تایپ کرده همطور که میبینید به راحتی شما میتونید برای طراحی سایت خودتون با یک فانکشن ساده نام رو از ورودی دریافت بکنید و در بالای صفحه سایت به کاربر سلام بدید. خب برای اینکه حالا کد های ما زیاد قاطی هم نشن من اینها رو کامنت میکنم و یک فانکشن دیگه تعریف میکنم با عنوان join name خب من با استفاده از این فانکشن میخوام یک ورودی داشته باشم در از اسم و نام خانوادگی رو بگیرم و اونها رو با هم ترکیب بکنم برای این تابع من نمیخوام هیچ گونه خروجی تعریف بکنم دقت داشته باشید که من ورودی فقط دارم ورودی F 9 و L 9 در این قسمت هم دالر ساین اف نیم پوینت ال نیم رو به این صورت میذارم همینطور که ملاحظه میکنید این فانکشن فقط نام و نام خانوادگی رو میگیره و اون رو با هم ترکیب میکنه و هیچ اتفاق دیگه ای نمیافته برای این کار ما این رو تست میکنیم join name مثلا سارا اسمیت اجرا میکنیم برنامه رو خب میبینید که در اینجا ما هیچ خروجی نداریم ولی در اصل این برنامه و این فانکشن این دوتا اسم رو با هم ترکیب کرده شما از این مدل تابه وقتی میتونید استفاده بکنید که فقط میخواید یک عملیات خاص رو انجام بدید و حالا نیاز خاصی هم به خروجی ندارید فقط لازم هستش که این عملیات انجام بگیره حالا من برای اینکه شما ببینید که این عملیات در واقع انجام گرفته من یک عبارت پرینت قرار میدم و اف نیم و ال نیم رو درش قرار میدم تا شما ببینید خروجی به چه صورت میشه ملاحظه میکنید که ما در صورتی که یک خروجی پرینت برای این عمل قرار بدیم عبارت سارا اسمیت رو به صورت پشت سر هم برای ما به عنوان خروجی چاپ میکنه خب فانکشن بعدی که ما میخوایم براتون تعریف بکنیم یک فانکشن هستش که هم ورودی داره و هم خروجی تا الان ورودی هایی که تا الان خروجی هایی که ما استفاده کردیم خروجی چاپی بود ولی ما میتونیم از شکل دیگه از خروجی به این صورت که در این فانکشن ملاحظه میکنید استفاده بکنیم من یک فانکشن تحت عنوان پاور و با ورودی دالر ساین نام مخفف نامبر و دالر ساین پی مخفف پاور تعریف میکنم و در این فانکشن میخوام هر عددی رو به توان پی برسونم با کودهای ساده ای که تا الان یاد گرفتیم و من به شما آموزش دادم هم میبینید که الان میشه یک برنامه ساده رو در اینجا نوشت و یک عدد رو به توان یک عدد دیگه رسوند من یک متغیر ساده تحت عنوان ریزالت تعریف میکنم و اون رو برابر با یک قرار میدم یک حلقه فور برای به توان رساندن اعداد در اینجا استفاده میکنم و یک متغیر آی برای حلقه فور که آی برابر است با یک و میخوام این حلقه تا وقتی که آی برابر است با دالر ساین آی برابر میشه با یا کوچکتر یا مساوی میشه با دالر ساین P یا توان بیاد و آی رو یکی یکی اضافه کنه آی پلاس پلاس خب حالا بدنه فور در بدنه فور من میخوام که چه اتفاقی بیفته میخوام دالر ساین ریزالت هم ضرب بشه و برابر باشه با دالر ساین نامبره در این قسمت ما یک خروجی نیاز داریم خروجی ما چی هستش؟ خروجی ما دالر ساین ریزالت هستش خب اجازه بدیم من این یه ای دونه دالر ساین اینجا بذارم که دیگه از من ایراد نگیره خب حالا برمیگردیم به سر مبحث خروجیمون خروجی ما ریزالت هست یعنی من میخوام این فانکشن یک خروجی نتیجه رو به من بده برای اینکه یک خروجی رو داشته باشیم یعنی هر جا این فانکشن پاور رو صدا میزنیم یک خروجی به ما بده این خروجی رو باید با دستور ریترن برگردونیم همطور که ملاحظه میکنید با استفاده از دستور ریترن ما میتونیم یک خروجی رو از فانکشن به بیرون پرتاب کنیم دقت بکنید که این نوع برگردوندن خروجی با این نوع که در اینجا ما استفاده کردیم فرق میکنه این دو نوع با هم فرق میکنن ما در اینجا خروجیمون از نوع چاپی بود و فقط خروجی رو چاپی داشتیم نمیتونستیم اون رو به عنوان یک متغیر استفاده بکنیم ولی در اینجا این خروجی ما به عنوان یک متغیر در هر کجا که بخوایم قابل استفاده هستش و ما این خروجی رو هر جا فانکشن پاور رو صدا بزنیم این خروجی رو به ما میده برای اثبات این حرف من فانکشن پاور رو صدا میزنم و عدد دو رو به توان مثلا حالا ده میرسونم برنامه رو اجرا میکنم و شما خواهید دید که برنامه ما خروجی نداره چرا؟ چون که نوع خروجی ما همونطور که براتون توضیح دادم از نوع چاپی نیستش برای اینکه این خروجی رو شما بتونید ببینید کافی هستش که اون رو در درون یک دستور پرینت قرار بدید به این صورت ملاحظه می کنید که به محض اینکه این خروجی رو در دستور پرینت قرار دادید عدد 1024 که همون دو به توان ده هست برای ما نمایش داده شد خب تا اینجا ما بیشتر کاربورت های فانکشن و انواع اقسام توابع رو برای شما توضیح دادیم این قسمت یک مقدار طولانی تر شد ولی همطور که در ابتدای مبحث هم براتون توضیح دادم کار با توابع در PHP از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستش و لازم بود که توضیحات بیشتری در این مورد داده بشه در اینجا این قسمت رو به اتمام میرسونم و شما رو دعوت میکنم که به قسمت بعدی توجه کنید